دو روز گذشته ایشون توییتی زدن که من حالا فقط از دیشب از این توییت با خبر شدم اگر نه زودترین برنامه رو میگذاشتیم. توییتی زدن که درش به ما اشاره شده ایشون میفرمایند اساسا بنده با اشخاص کاری ندارم و جریانات برایم مهم هستند. پیشتر در سخنرانی ها و نوشته هایم بارها عرض کردم. جریان های ادالت خواهی و انقلابی گری منه مذهب و مبانی دینی برخواسته از اراده و طراحی دشمن است خواه آن فرد بداند خواه نداند که در پازل دشمن و عمله بریتانیا است ملیگرایی صرف نیز آفت ایران و انقلاب است هر کس که بخواهد شما را وادار به انتخاب میان اسلام و ایران کند دانسته یا نادانسته خیانت کرده ما به دنبال سربلندی ایران اسلامی هستیم و بس ما آنها را قضاوت نمی کنیم اما هر کس با انقلاب همراه است مادامی که در پارادایم ما فعالیت می کند برادر ماست مادامی که پایش را از مبانی انقلاب که برگرفته از دیانت اقلانیت و فطرت ماس بیرون بگذارد پشیزی ارزش نخواهد داشت و ما وامدار آنها نبوده ایم و نخواهیم بود ما به دنبال بیرون انداختن کسی از دایره انقلاب نیستیم حداقل همه میدانند مشری بنده جذب حداکثری و کمتر کردن استکاک و تنش با هر کسی است که در مقابل جبهه استکبار کنار ما ایستاده باشد اما هرگز نمی‌توانم با اختلاف افکنان بین جبهه خودی با منحرف کنندگان ذهن و قلب فرزندان انقلاب با تحلیل های نادرست آمدانه و التقاطی یا حتی کان به مقدسات و اهل بیت علیه السلام در یک جبهه قرار بگیرم و سلام هشتگ علیز هشتگ امید دانا و پایینترشم یک توییت خودشون رو از تاریخ 16 جوان 2022 یعنی 26 خرداد سال سال 1401 و من یک سال نیم پیش آوردن که درش عکسی هست از چند نفری که لباس چگوارا پوشیدن و میشون میفهمن که مارک هوبارد از اساتید میز ایران در دانشگاه امنیتی سواز انگلیس دو نقطه برای شکست انقلاب ایران همانطور که مذهبی های غیر انقلابی حجتیه هست باید انقلابی های غیر مذهبی یعنی آری کردن انقلاب از مقدسات رو بپروانیم بپرورانیم آن وقت از انقلاب ایران تصویر یک چوبوارای بیخاصیت بر روی تیشرت ها باقی می اشارهشون اینه که اگر قدرتی برای ایران خطرناکه انقلابی های غیر مذهبی یعنی اشارهشون به امثال ما هم که انقلاب رو از مقدسات آری میکنن این هم به شکلی یک پروژه انگلیسی هستش که این باعث میشه این بشه انقلاب شکست بخوره در نهایت هم انقلاب ایران تصویر یک چیگواره بیخواستیت روی تیشرت ها بیشتر ازش باقی نخواهد خب از من برای اینکه خدا نکرده تهمتی نباشه و اتفاقی نباشه شروع کنم همینجا و این توییت جناب آی رایفی پور رو تکه تکه تحلیل کنم و بهش جواب بدم چون بالاخره اگرچه با زبان نرم نوشته شده اما درش تهمت ها و اتهاماتی هستش خب یک نکته ای که در اینجا هست اینه که جناب آی رایفی پور در پایان این توییت این توییت معطوب به دو نفره یکیش علیز بنده هستم علی علیزاده و یکی چم امید داناست ما رو کنار هم دیگه گذاشتن خب اولین مسئله اینه که و با هر دو هم فاصله واقع فاصله گذاری کردن و گفتن با این دو نفر اینجا هستن و من باشون اختلاف دارم برامون اون وسط حال گفتن که ما دنبال بیرون انداختن کسی از دایره انقلاب نیستیم و همه میدونن که مشی بنده جد به حد اکثری من آدم ملایمی هستم کمتر کردن استکاک و غیره و غیره خب من <تص> من که واقعا باید به این جواب بدم اولین نکته اینه که جناب رایفی پور شما که معتقد به مسلمان بودن و اخلاق اسلامی هستید خودتون هم میگید که دایره های چند بشه که دم... کسی هم از دایره بیرون کنید و غیره و دنبال اخلاق امام زمانی هستید شما که مسلمانید شما بر چه اساسی متوجه شدید که بنده اولا که در اینجا بنده مذهب ندارم و دین ندارم شما در اینجا به من اتهام ارتداد رو به سمت به شکل زمینی وارد کردید در حالی که نه شما از عقاید بنده خبر دارید نه میدانید نه اسنادی دارید نه چیز دیگه اسم من علی علیزاده است و من در تمامی زندگی سیاسیم در فضای فارسی از آشورای 88 که اولین متنم رو به فارسی نوشتم و مرجعم و ارجاعم به حسین ابن علی و آشورا بود تا بعدش که در سال 91 علیه کی شاید نجفی مقاله دین ستیزی به مسابه افیون توده ها رو نوشتم و نقشی که دین ستیزی در شکل توده ایش در حال حاضر داره در ایران بین سکولا بین طبقات متوسطه و در غرب و, و این رو نقدش کردم و مقدسات مذهبی شیعیان دفاع کردم تا زمانی که یادداشت چرا من شالی ابدو رو نوشتم و در بی بی سی علیه اسلام ستیزی صحبت کردم و چه تمامی زمانی که علیه خانم شادی صدر و توهینش به به شکلی آیتم های محرم حمله کردم و گفتم که ایران بدون حسین ابن علی هرگز ایران نمیشد خب و واقعا حسین ابن علی ستون سازنده ایرانه تا به امروز هرگز شما اگر یک کلمه در نوشته ها در صحبت های من پیدا کردید که درش این شاعبه بتونه ایجاد شه که من فردی یک ضد مذهب بودم یا حتی غیر مذهبی بودم بعد اون موقع شما میتونید چنین حرفی بزنید شما رسما به یک فردی که خودش رو مسلمان میداند اتهام ارتداد دادید و من میخوام بدونم که آقای رایفی پور این کجای اخلاق امام زمانی و اخلاق اسلامی جناب عالیه که جوانان این کشور رو به استادیوم میکشونید با رانت عظیمی که دارید هیچ کس دیگه نمیتونه ده نفر رو در این کشور جمع کنه بدون اینکه جلوش رو بگیرن و شما حقت بهتون حق میدن که ده ها هزار نفر رو به استادیوم آزادی در وسط پندمی کرونا بیارید و جان آدم ها رو به خطر بیندازید چون پرچم امام زمان بلند کردید و از اخلاق اسلام و از اخلاق اخلاق امام زمان میگید و شما در روز روشن به کسی که در انگلیس در خیابان ها مورد حمله قرار میگیره به خاطر اینکه از انقلاب و از ایران و از محور مقاومت دفاع کرده بهش ارتداد رو منصوب میکنید به شکل زمینی و همین سادگی و یک نفر از اطرافیانتون از شاگردانتون از همراهانتون نمیگه آی رایفی پور استاد اخلاق ارتداد خروج از دین غیر دینی بودن غیر مذهبی بودن به چه گناهی های رایفی پور چون من مثل شما دکان نساختم از دین چون من پشت دین قایم نشدم چون من با حدیث و روایت چیزهایی که میتونم با عقل مطرح کنم مطرح نمی چون من از دین خرج نمیکنم چون من از دین خرج نمیکنم مثل شما و پشت دین قایم نمیشم و روایت نمی سازم باید به من شما حکم ارتداد بدید این نکته اول این نکته اول من در تمامی این سالها هرگز همین چند جمله رو هم در بورد عقاید مذهبی یا عقاید دینی خودم نگفتم و هرگز هم نخواهم گفت چون در فضای ایران که عقاید مذهبی راهی برای پیشرفت و بالا رفتن از نردبان و ریاکاری سکه رایجه من به هیچ وجه نمیخوام که قاطی کسانی بشم قاطی کسانی بشم که این دکان رو ساختن برای همین آنچه که هست به خود من مربوطه اما من همواره در هیته فلسفی و در هیته اندیشه سیاسی خودم رو متعلق به هیته تمدن اسلامی دانستم و این رو بارها توضیح دادم این رو <تصفح> تبیین کردم توریزه کردم توضیح دادم که اسلام ستیزی چگونه ریشه در تفکر استعماری داره و غیره و غیره و غیره این 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 نکته این نکته اول خب این اما بریم سر بحث دوم جناب آقای رافی پور که بنده رو کنار آقای امید دانا میگذارن این خودشون بهتر از من های رای رافی پور اخره سخنور هستن فردی هستن که در عرصه عمومی ایران حدود ده, ده سال حضور دارن و آخر متخصص فساحت و بلاغت و اینا هستن خب برای همین خیلی خیلی خوب میدونن که به این کار میگن زدن مثل انگ زدن انگ شما وقتی به کسی انگ میزنی یا مثلا کسی رو بغل کسی میذاری میخواد بزنیش یک موقعی میگفتن که علی زاده و مسیح علی نجات خب بعد حالا اینکه ما با همدیگه چه نسبتی داشتیم یا نداشتیم من نمیدونم ولی می شما مثلا چون مثلا موامون فرفری بود یا مثلا یه موقعی در ایران یک سری پروژه بگیر و از این نیروهای سایبری میگفتن که سه کل فرفری علیزاده بهنود مسیح علی نجان خب, خب این راهها روحا راههای زدنه و ما هم میتونیم حالا از اون بیام بگیم که آقا آدم های مثلا کم دار خب مثل این اون و بعد یه دونه مثلا افسر ام 5 رو بیاریم یا افسر سی رو بیاریم خب این ولی عقلی که ما با عقل با هم صحبت کنیم دیگه درسته و با عقل صحبت کردن با زدن فرق داره و کسی که میگم ادعای مسلمانی و ادعای اخلاق اسلامی هم داره و اخلاق امام زمانی مثل آقای رایفی پور بالاخره باید این رو بپذیرن که اگر من و امید با هم اشتراکی داریم و به ما بگن چه اشتراکی داریم خب حالا خیلی واضح توضیحش من متعلق به جریان چپ هستم جریان چپ ایران جریان چپ جهانی جریان استعمار ستیز ایران این جریان تقریبا به عواسط قرن 19 هم به نیمه دوم قرن 19 هم در ایران میرسه با همین اتفاقی که در ایران با بحث مبارزه با سر قضیه تحریم تنباکو بعد حول مشروطه میاد شروع میشه در دوره رضا پهلوی سرکوب رزا اول سرکوب میشه با به شکلی با پایان رضاخان باز بالا میاد در دوره ساعت ملی نفت حضور داره جاهایی با نیروهای ملی هم داره با نیروهای مذهبی هم داره و اصلا اینطور نیست که تفکیک باشه اینها مثلا الهادی باشن اونها مثلا مسلمان باشن خیر کسانی هستن که به ادالت خواهانی هستن که خیلیشون مذهب متعلقن همینجوری میاد در دهه چهل در دهه پنجا چهره های شاخص این جریان کسی مثل علی دکتر علی شریعتی میشه که سعی میکنه سوسیالیزم رو از دل آموزه های اسلام و تشیع استنتاج استخراج کنه در بیرون از ایران این جریان نوعی از سوسیالیزم گاهی وقتا این سوسیالیزم با کاتولیسیزم تو آمریکای جنوبی تلفیق میشه بهش میگن الهیات رهایی بخش در خود اسلام در بسیاری از کشورها الهیات رهایی بخش اسلامی داریم ما و این جریان جریان موجود است و بعد یواش یواش با افول به شکلی کشورهای سوسیالیستی و یک کتازی و آمریکایی اینا خاموش میشن و از بین میرن و برای همینه که حالا الان شما به این راحتی میتونید بهشون تهمت و تهمت بزنید و بتازونید خب ولی یک سنتی داره یک سنت صد و خورده ساله داره و مردمانی که در جاهای مختلف جهان زندگی میکردن سعی کردن که سوسیالیزم رو و ادالت خواهی رو و تلاش برای جامعه‌ای که توش یک سری پنت هاست میلیارد تومنی نداشته باشن یه سری سر اجاره هر ماه دست و پاشون بلرزه رو اینو به وجود بیارن و این رو از فرهنگ خودشون از مبانی دینی خودشون استخراج کنن توی بولیوی و آرژانتین این رو از کاتولیسیسم بخ... استخراج کردن توی منطقه ما از اسلام استخراج کردن توی ایران از تشیع استخراج کردن این نکته از نکته اول حالا جایی که این حداقل اقل تفکر چپی که من بهش تعلق دارم وایستاده برای همینه که علی ابن ابی طالب رو اولین سوسیالیست تاریخ تاریخ دانسته اومده چه میدونم حسین ابن علی رو اولین قیام انقلابی به شکلی علیه ثروتمندان و علیه انباش سرمایه دانسته و تونسته از دل این تشیع برای خودش یک اندیشه انقلابی بسازه مگر خب تشیع مثل هر چیز دیگه تفسیر برداره ما تشیع سلطنتی هم داشتیم این هم آخوندی که در تاریخ با شاهان همراهی کردن و همدلی کردن قبل از انقلاب فلسفی هم بود اونم بود اونم بود یکیشون روح الله خمینی شد درسته ولی شریعتی اومد و سعی کرد که وجوه انقلابی شیعه رو برجسته کنه و این نقشی هم در انقلاب داشتش و خود آیت الله خمینی که به تفسیری به شدت انقلابی و همینطور طبقاتی از از داره تا جایی که در سال 67 اگه خاطرتون باشه دکتر درخشان در برنامه جهان آرا در مناظره با قرنیجاد مطرح کرد که اون جمله منصوب به امام که میگوش که به من میگن کمونیست ما چون تا, تا از عدالت حرف میزنیم ما میگن کمونیست به روح الله خمینی در سال 67 رهبر انقلاب در تاز اوج قدرتش میگن کمونیست توی حوزه چون مثلا میگه باید ادارت خواهی باشه و سلام خوب اما آیا امید از کجا میاد آیا امید دانه حالا یک فرد بدون هر گونه شوخی آیا ای پیر پکاجکی مثلا از اووردن اسمش خجالت میکشم یک دلقه که یوتیوبی بی انسجامی که اول و آخر حرفش به هم نمیخوره و مصرف کننده دست سوم نوشته های کسی به اسم شجاعدین شفاست خب شجاعدین شفا ریشه در کجا داره؟ شجاعدین شفا تفکرش برگرفته از چیز به اسم باستان باستانگرایی چیه؟ باستانگرایی یعنی اینکه که ایران یک امپراتوری خیلی عظیم بوده بعد عربها اومدن به ایران تجاوز کردند. این کارم خیلی به قول انگلیسا لیترال انجام دادن یعنی معنای واقعی که کلمه به 300 هزار زن ایرانی تجاوز کردن نطفه عرب رو در ایرانیا کاشتن ایران رو اشغال سرزمینی کردن اسم این اشغال سرزمینی هم اسلامه خب قبل از اسلام ایران یک گل و بلبل عظیمی بوده همه چی خوب و خوش بوده و یک کشوری بوده به اسم امپراتوری ایران که از زمان هوقشتره شروع می شده میرفته تا زمان ساسانی و این اشغالگرای وحشی عرب اومدن و همه چی نابود کردن و راه حل آزادی ایرانیا چیه عرب زدایی اسلام زدایی و رها کردن ایرانی ها باید بریم زبان فارسی رو سره کنیم همونطور که احمد کسروی میگفت میخواست زبان رو پاکیزه کنه و کلمات عربی رو پاک کنه خب زبان پاک میخواست باید اسلام رو کلا از فرهنگ ایران بیرون کنیم تونستیم مسجد رو هم خراب کنیم آخوندا رو هم بکشیم مسجد رو هم با بولدوزر خراب کنیم حالا این شکل کاریکاتوری شه خب و اسلام زدایی کنیم حجاب رو هم به زور ورداریم و اسلام زدایی کنیم خب به میگم میگن باستانگرایی خب رضا خان در ابتدای دولت ملت سازی چنین کاری رو سعی کرد بکنه بر همینه که عناصر ایران باستان خیلی زیاد میشه میبینید که دفعه اسم ها هم از حسین و عباس و ابوالفضل عب تبدیل میشه مثلا به دو خانوادایی که با این دولت ملت سازی همراهن هم تبدیل میشه به اسامی قدیمی شاهنامه خیلی پررنگ میشه و غیره و و باز موفق نمیشه بالاخره رزیستنس و مقاومتی که از دل جامعه میاد اجازه نمیده برای همینه که شاه وقتی در سال 52 و باشه به جشن 2500 سال, سال, 50 که جشن 2500 سال رو برگزار میکنه خب هدفش چیه باستانگرایی دیگه یعنی پررنگ کردن وجوه پیشا اسلام در این کشوره حالا اینکه باستانگرایی از کجا میاد بحث دیگه ای میخواد که ما دمش توضیح خواهیم داد چگونه ریشه در تفکر استعماری داره بخشش منتج از افکار زبانشناس فرانسوی و متفکر فرانسوی اسم آرتو گوبینو که در عواسط قرن 19 بحث آریایی مطرح میکنه و غیره و غیره اما در نهایت ریسپشن یا دریافتی که بالاخره توی روشن پس از شکست مشروطه بود و رفتن به سمت باستانگرایی برای ایجاد ایدولوژی ملی که روایت ملی بسازن این بود که این بود که ما بخر ایرانی ها رو بتونیم تفکیک کنیم برای پیشرفت و توسعه بهشون یه انگیزه ای بدیم خب و بتونیم اینتگریشن یا جذب شدن ایران در فضای جهانی رو و فضا، فضای جهانی رو و فضای غرب رو مهیا کنیم گمان میکردن که این اسلام و سنت های ایرانی که مانع پیشرفت و توسعه ایران شده اگه به ایرانی یادآوری کنیم که آقا شما اصل و نصبتون آریایی بوده از اروپا اصلا اومده و غربی هستین با این عربا و دوروری و اسلام هم ربطی ندارید زرتشتی هم بودید تافته جدا بافته هستید عظمت گذشته رو به یادشون بیاریم همه چی حل میشه خب این بسیار بسیار تفکر استعماری بودش گفته میشه که در دوره پهلوی دوم سحیونیست و اسرائیلی هم روی تشویق باستانگرایی خیلی کار کردن چون یه لحظه بهش فکر کنید اگر شما میتونید وجوه پیشا اسلام ایران رو برجسته کنید به ایرانیا میگید شما با این عرب هایی که همسایتون هستن تو عراق و توی اردن و توی کویت و اینجا خیلی فاصله دارید درسته خب فاصله میافته دیگه بس اسرائیل میتونه بین ایران و عرب ها جنگ را بندازه هرچی جنگ بیشتر بین ایران و همسایگان بین عرب ها بین هم دیگه با غیر اسرائیل برای اسرائیل وضع بهتریه و همین اسنادی هست حالا ما قرار بود با علی عبدی برنامه در داشته باشیم که چگونه صهیونیست از باستان حمایت کرد خب شما در تفکر من تفکر دوستانم در جدال آیا شمعی از باستان دیدید آیا ارجایی به اسلام قبل از، ایران قبل از اسلام دیدید ما همواره گفتیم که ایران ایران موجود همین ایرانه ایرانی که اسلام اگر ازش بیرون بیاد مثل دو قلوهای به هم چسبیده ایران خواهد مرد ما همواره گفتیم که باستانگرایی استعماری است ما همواره گفتیم ایران باید در این منطقه اتمن چیزی که مردم ایران به هم نزج میده و به هم وصل میکنه اسلامه خب برگردیم به آقای رایفی پور اینکه آی پور یا اینکه آقای رایفی پور با مبانی ساده ای که من گفتم آشنا نیستش اصلا نمیدونه باستانگرایی چیه و من میپرسم آقای فی پور آیا شما میدونید باستانگرایی چیست و آیا با تاریخ اندیشه ایران آشنا هستید میدونید در چه سالی باستانگرایی در ایران به شکلی پروموت شد تقویت شد میدونید که نقشش در دولت مدت سازی رضاخان چی بود میدونید که از کی مهم شد آیا میدونید شجاع دین شفا کی بود آیا تا به آثارش رو خوندید یا خیر اینا هیچکدومشون هم امور پیچیده شپ انگیز پشت پرده نیست حضور خیلی ساده بهش میگن هیستوری اف یا تاریخ اندیشه و کتاب های خیلی زیادی نوشته شده در تاریخ اندیشه که آقا تو اسلام گرا از کجا اومدن اینا از کجا اومدن سوسیالیست از کجا اومدن اینا تاریخ اندیشه از اندیشه تحرک داره مثل شاخهای درخته خب هیچ چیز پیچیده هم نیستش این نیستش که آدم مخوفی اومده باشه باستان گرایی کرده باشه نه روشنفکران فکران ایران بر از مسئول شکست خورده بودن غربگرایانی گرایانی مثل تقیزاده و آخونزاده حرفشون برو داشت و این فهم کردن که سنتگرایی و روحانیت جلوشون گرفته و این اونجا موجود بود تو خود غرب همین این اشکالی از باستانگرایی اون موقع داشت رشد میکرد مثل باستانگرایی گات ها در آلمان که از توش نازیزم در اومد و جرمن ها و غیره این ها این ها تازه تا فاشیسم اروپایی هم بودن در اون سالها که پررنگ داشت میشد تو ایتالیا و تو آلمان و جاهای دیگه و میگم برگشتن برای اونها برگشتن به دوره قبل از مسیحیت بود درسته و روم باستان و غیره دوره پاگانها حالا آی رایفی پور یا به آن چیزی که من گفتم رو یعنی از ریشه های ما در الهیات رهایی بخش در سنت استعمار ستیزانه چپ که معتقد بود ما و عراقی ها باید با هم دیگه نزدیک باشیم ما و افغانستانی باید با هم نزدیک باشیم ما و مردم منطقه باید نزدیک باشیم اگر چیزی به اسم امتگرایی در بعض از انقلاب مطرح بود برای اینکه خیلی همدل بود این امتگرایی از دل انترنسیونالیزم چپ گرفته شده بود کلمه ای که استکبار میگه آی خمینی و بعد از انقلاب ها میگن که استکبار وجود که از مفهوم امپریالیسم میاد که چپ به اسلامگراها آموخته بود خب و اتفاقا این حذف چپه که واقعا یک ضربه خیلی بزرگی به به دیسکورس انقلاب بعد از در دهه 60 و باعث میشه که انقلاب نتونه واقعا دفاع کنه و بعد از این نئولیبرالیسم وجود میاد که من در ایدان برنامه خواهم گفت و خب اگر آقای رایفی پور فرق من و امید رو متوجه نمیشه که من حدس میزنم متوجه نمیشه بسیار بسیار ترسناکه برای اینکه ایشون منبر بسیار بزرگی دارن هزاران هزار نفر دنبال من برایشون هستن و فهم این قضیه بسیار مهم یعنی واقعا فرق کسی مثلا فرق سرمایه‌داری با اقتصاد دولتی رو نداره خب ترسناک این چون نمیتونه این چنین فرقی نمیتونه بیاد و در روزنامه اقتصادی بنویسه و همین کسی کار سیاسی میکنه و ما رو کنار رو هم دیگه میذاره اگر فرق ما رو فرق اساسی ما رو نشناسه خب این ترسناک اما اگر فرق ما رو میشناسیم و عمدن خواسته ما رو بزنه چون از کلمه علیز هم استفاده کردیم کلمه علیز کلمه ای که وقتی اپوزیسیون میخواد توهین کنه به من تخفیف بده من رو تحقیرم کنه استفاده میکنه اگر نه اسم من خب علی علیزاده است خب اگر آی رایفی پور این این کارو کردی خب خیلی آدم بدون اخلاقی هستن و واقعا از نظر اخلاقی اصلا قابل پذیرش نیستش این قضیه و من نمی‌دونم.